تا حالا شده برای پیدا کردن کسب و کارها و محصولات HSE به مشکل بر بخوری و نتونی به راحتی توی اینترنت پیداشون کنی؟ پس همین الان به سایت bamahse.com یه سری بزن. با یک کلیک میتونی به کسب و کارها یا محصولات HSE دسترسی پیدا کنی. توی این سایت میتونی برای معرفی خودت و یا کسب و کارت یک صفحه شخصی رایگان برای تبلیغ داشته باشی. و حتی اگه میخوای توی یک وبینار شرکت کنی و تا حالا فرصتش پیش نیومده، توی این سایت میتونی از قسمت کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی این کارو انجام بدی. پس همین الان کلیک کن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، استاد ارجمند جناب آقای مهندس بلبلی، که این اولین وبیناری است که ما افتخار داریم در خدمتشون هستیم و انشالله بتونیم دوره‌های بیشتری رو خدمت دوستان باشیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران گرامی. متقابلا این هم باعث افتخار بنده است که امروز در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. امیدوارم مطالبی که عرضه میشه در بحث فعالیت عزیزان عملا هیچ موقع استفاده نکنند، چون که موضوع ما در مورد حادثه است و امید ما بر اینه که انشاءالله صنعت ما به گونه‌ای باشه که هیچ حادثه ای رو نداشته باشیم و نیاز نباشه که از این متد ها استفاده بشه، و اگر هم استفاده میشه صرفا جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی هست و رویکرد کنشی رو ارجح بدونیم بر رویکرد واکنشی. بنده محمد علی بلبلی هستم، مدیر و مدرس حوزه HSE در بخش نفت و گاز و صنایع پلیمری، و امیدوارم که در تجاربی که توی این مدت ما به دست آوردیم این امکان هم برامون فراهم شده باشه که اگر دانسته ای داریم در خانواده ای که حضور داشتیم و در شرکت های مختلف این رو بس داده باشیم. همواره خودم رو شاگرد می‌دونم توی این حوزه و بیش از آن که چیزی برای یاد دادن داشته باشم، همواره از عزیزانی که در کنارم بودن چیزی یاد گرفتم. بر ترتیب در خدمتتون هستم. عزیزان با دوره تجزیه و تحلیل حوادث به روش تریپود بتا در خدمت بزرگواران هستیم و بر اساس رموز مطالبی که در خدمتتونیم، ابتدا به بررسی علل اصلی بروز حوادث مخصوصا در سال گذشته خواهیم پرداخت، همچنین پس از اون به بحث چرایی نیاز به بررسی تحلیل حوادث، و بعد از اون چند تا از روش های متعارف رو در این بخش با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم، و با توجه به ضیق وقتی که وجود داره سعی میکنیم که سریعتر به سمت تشریح روش تریپود بتا بریم و یکی دو تا نمونه رو هم با هم دیگه در موردش بحث و گفتگو داشته باشیم. پیش از هر چیز این رو باید مطرح بکنیم که انسان به عنوان محور توسعه شایسته برخورداری از یک زندگی سالم، مولد و سازگار با طبیعت، و این موضوع در اصل یک منشور ریو بهش اشاره شده. عملاً ما در بخش زندگی هدفمون اینه که علاوه بر حفظ بقا بتونیم که روند موفقیت آمیزی از زیست رو داشته باشیم. به تبع اون با توجه به نیازهایی که برای ما به وجود میاد امکانات جدیدی رو فراهم میکنیم و همواره در مقابل اون با دو تا فضا روبرو میشیم. یکی بهره‌مندی از امکاناتی که اون در از نیروی جدید یا اون مولد یا اون منبع در اختیار ما قرار میده، و در بخش بعدی خطراتی که اون میتونه برای ما داشته باشه. شاید دوستان به عناوین مختلفی موضوع رو شنیده باشن که آتش میتونه هم خدمتگزار خیلی خوبی باشه و هم میتونه در مقابل دشمن بسیار قوی. این بستگی به ما داره که با دانش و علم و کاربردی که داریم چطور بتونیم از این منبع استفاده. در سال 1400 سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که حدود 45,000
نفر در حوادث ناشی از کار آسیب دیدن و به تبع از خدمات درمانی و بازتوانی اون مرکز استفاده کردن و اون مرکز هم در مقابل اونها تعهدات قانونی کوتاه مدت و بلند مدت خودش رو بر حسب شرایط الزامات قانونی انجام داده. در حوادث سال گذشته 96% از افراد آسیب دیده بیمه شده مذکر بودن، 54% از اونها مجرد و 81% از علل بروز حوادث در بخش مستقیم به بی‌احتیاطی اختصاص پیدا کرد. در زمینه عواملی که حوادث رو به وجود آوردن، 25% وارد گردیدن ضربه بوده، 16% سقوط و لغزیدن بوده و 10% هم حوادث از نوع بریدگی و منجر به قطع اعضا بودن. از نظر گروه سنی متاسفانه گروه فعال و اکتیو کشور رو این حوادث در اصل نشانه رفته و 23% از افراد آسیب دیده در قشر 30-34 سال ما و 20% اونها در گروه سنی 35-39 سال هستند که تقریبا یک چیزی حدود نزدیک به 50% حوادث ما در گروه سنی بین 30-39 سال هست، یعنی در یک بازه کمتر از 10 سال یک چیزی معادل 43% از حوادث ما در حال رخ دادن. عمده آسیب های وارد به افراد دست چپشون بوده با 42%، در حالی که می‌دونیم عمده نفرات دست راست هستن و تعداد دست چپ ها فوق العاده کم است و 25% از اعضای آسیب دیده مربوط به بخش پا بوده. خبر خوب اینه که 88% افراد مصدوم بهبودی کامل پیدا کردند و موفق شدند که به زندگی عادی برگردند. اما 1% از این افراد متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و عملا فوت کردن. بحثی که مطرح میشه برای ما اینه که حوادث چه میزان خسارت رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. در سال گذشته ما بیش از هزاران میلیارد خسارت رو بابت حوادث به وجود اومده در بخش صنعت پرداخت کردیم و همچنین توی بخش جاده‌ای هم این عدد بسیار قابل توجهه. به تبع اون اقتصاد کشور و در رأس سازمان‌ها سازمان تأمین اجتماعی مورد هدف این موضوع قرار میگیره. این اعداد قابل محاسبه و برآوردن، اما مشکل اصلی اون بخشی از عدد هست که غیر قابل محاسبه است. هزینه این که به افراد و به اجتماع که در اصل در کوچکترین بخش اجتماع ما خانواده ها رو داریم. وقتی که فردی دچار آسیب میشه و به تبع اون از کار افتادگی میگیره، دیگه این فرد در اصل مولد و کمک کننده به اقتصاد نخواهد، بلکه در قالب یک سربار خودش رو نشون میده. حالا فرض کنید فردی رو که دوران تحصیل رو گذرونده، بحث آموزش و پرورش، بحث امکانات، اشتغال که در اختیار این فرد قرار گرفته و ناگهان در قبل از اینکه به 10 سال سابقه کاری برسه، این فرد از کارافتادگی دائم میگیره و دیگه امکان استفاده از خدمات این فرد برای اجتماع وجود نداشته باشه و در کنار اون ممکنه بزهی که حالا در اجتماع به وجود بیاد و این آمار ارقام ما رو به این سمت سوق میده که ما نیاز داریم بررسی بکنیم علل بروز حوادث رو و سعی کنیم که از اونها جلوگیری بکنیم. طی 100 سال گذشته جمعیت جهان چیزی در حدود 8 برابر و تولیدات صنعتی بیش از 100 برابر رشد داشتن. اقداماتی که ما میتونیم برای پیشگیری از بروز حوادث در این منطقه داشته باشیم، اولی بازبینی مهندسیه که خب اتفاقا این تجزیه و تحلیل حوادث هم توی همین بخش قرار میگیره. کار کنم
که یکی از بخش های مهمیه که مخصوصا تو حوزه روانشناختی ما بهش توجه نمی کنیم. برای مثال فردی که روحیه برونگرا داره رو وقتی توی بخش بایگانی فعال می کنیم، عملا داریم این فرد رو نابود می کنیم. که مدام در حال تعامل با افراد دیگه است، این فرد اون توانایی واقعی مثل این که ما از یک فیل انتظار داشته باشیم که توانایی بالا رفتن از درختش خوب باشه و یا موجودی که قابلیت شنا نداره رو صرفا بخوایم توی آب ازش بهره برداری بکنیم. این مشکل شدیداً توی صنعت ما دیده میشه. الان حالا به علت الزامات قانونی و یا فرهنگ که جا افتاده ما با این موضوع رو به رو هستیم که بیش از پیش جدی گرفته میشه، اما همچنان در حوزه بهداشت و روان جای بسیاری برای کار وجود داره. یکی از بخشایی که بسیار مهمه که ما بدونیم کجای کار قرار داریم اینه که بدونیم که ما در چه سازمانی در حال فعالیتیم. مسلما اگر مدیریت ارشد سازمان و مدیران میانی با فرهنگی که شما مد نظرتون هست برای پیاده سازی تعامل و ارتباط نتونن برقرار بکنن، کار بسیار سختی در پیاده سازی اون مسیر خواهید داشت. پیشنهاد من اینه قبل از اینکه دست به هر اقدام بزنیم، ابتدا از مدیران سازمان خودمون در خصوص علت بروز حوادث یه سری سوال بپرسیم. برای مثال اینکه چرا برای افراد حادثه اتفاق میفته و اگر خدای نکرده یکی از بخش‌های زیر جز جواب‌های اون دوستان باشه، این نشون میده که ما در اون و عملا باید ابتدا از فرهنگ سازی و بحث تغییر افکار این بزرگواران بهره ببریم تا بتونیم با یک سرعت خیلی بیشتری تغییرات داخل بدن این سازمان ایجاد بکنیم. این پاسخ‌ها چه تیپ پاسخ‌های خواهد بود؟ اینکه حادثه بالاخره بخشی از ماهیت کار دیگه، وقتی شما کار میکنید حادثه هم خواهید داشت. املای ننوشته غلط نداره، پس این وقتی که شما املا غلط هم خواهید داشت. و یا به این سمت ببرن موضوع رو که فرد بی احتیاطی کرده، حواس پرتی کرده و موضوع دیگه این که مسائل رو با هم قاطی بکنیم. یعنی وقتی بگیم آه این اتفاق افتاد، حالا طبق بحث تئوری آقای هیل بحث گادنس یا تقدیر الهی رو داره، به طوری که در فرهنگ عمومی جامعه افراد بر این تفکرن که تا خداوند نخواد برگ هم نمیفته، پس اگر خدا میخواست اتفاق برای این فرد نمیفتاد، پس حتما خدا خواسته که این حادثه برای این فرد یا افراد اتفاق بیفته و ما هم هر کاری میکردیم امکان جلوگیری از اون رو نداشتیم. خب این یک تفکر فوق العاده خطرناک. اما یکی از روایاتی که وجود داره اینه که پیامبر اکرم در خصوص می‌فرمایند که با توکل زانو شکافتن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قراره که برای نگهداری مالتون اقدام بکنید، اول باید آنچه که از دست خودتون برمیاد رو انجام عنایت به شما بکنه و مراقب شما باشه توکل بکنه، نه اینکه کار رو به حال خودش رها بکنید و بگید که خودش درست میشه. این یکی از خطرناک‌ترین بخش‌هاست. مورد دیگه اینکه سازمان‌ها به اندازه ظرفیتی که دارن رشد نمی‌کنن، بلکه بیشتر از اون فضایی که براشون فراهم هست جذب نیرو انجام میدن و این تفکر برای مدیرانش پیش میاد که خب وقتی تعداد زیادی مشغول به کار هستن، به تناسب اون حادثه ها هم افزایش پیدا بکنه، به طوری که ما همین الان توی صنعت نفت و گازمون داریم که 12,000 نفر با عقیدات و اخلاقیات مختلف، فرهنگ های متفاوت در کنار هم در یک مرحله از پروژه قرار میگیرن و اتفاق خاصی رو هم نمیبینید، در مقابل در یک کارگاه خانوادگی 10-12 نفره یکی از افراد در اثر برخورد تجهیزات فوت میکنه و این فوق العاده خطرناک خواهد بود. پس این رو باید درک بکنیم که
این جواب ها اگر به ما داده میشه، به منزله این خواهد بود که ما عملا از نظر تفکر سازمانی در ابتدای انقلاب صنعتی داریم بسنیم، یعنی اون زمانی که تازه انقلاب صنعتی داشت شکل میگرفت و آنچنان بویی از فضای HSE وجود نداشت، مخصوصا با مفهوم فعلی، و آنچه که بیش از هر چیز مهم بود تولید و تولید و تولید. توی بحث تئوری دومینو آقای هنری چندین و چند بار اصلاحاتی رو انجام دادن و همچنان این بخش بسیار مورد توجه و یکی از تئوری‌های معتبر تو حوزه HSE است. از بخش‌هایی که ایشون برای بروز حوادث بهش نگاه می‌کنه اینه که در وقوع یک حادثه و به تبع اون آسیب به فرد یا افراد، ما یک سری اتفاقات رو داریم که باید به صورت سلسله‌واری رخ بدن تا به اون ختم بشن. اولین بخشی که نگاه میکنه بخش محیط اجتماعی و فرهنگی هست که فرد توش بزرگ شده. برای مثال برخی از افراد رو میبینیم که به ذاته نسبت به انجام برخی از فعالیت ها، مخصوصا نحوه این فعالیت ها، مقاومت میکنن. یک بخش از این موارد اگه یادتون باشه در سالهای نچندان دور، هر کسی که میخواست کمربند ببنده رو عملا سسولوازی نگاه میکردن و میگفتن این فرد آدم سسولیه. ولی به مراتب وقتی این جلوتر اومد و جالبتر از اون طریق مرحله بحث همیار پلیس مطرح شد، حالا جریمه ها هم به اندازه بود، ولی به هر ترتیب امروز تفکری رو داریم که دیگه کسی احساس نگاه خاصی رو نداره در جامعه. بخش بعدی خطای انسانیه که خب یکی از بحثای روز بخش رفتار ناایمن که در نهایت باعث این میشه که یک حادثه اتفاق بیفته و سهم قابل توجهی رو رفتار ناایمن به خودش اختصاص بده و نهایتاً و به تبع اون ما بحث آسیب رو داشته باشیم. نکته ای که در خصوص تئوری دومینو مطرحه اینه که ما یک زنجیره ای داریم از اتفاقات و در سازمانمون که اگر این زنجیره از هم بپاشه یا یک حلقش دچار فقدان بشه، شما عملا اون ارتباط رو از دست خواهید داد. ما در سازمانمون بخش های مختلفی داریم. برای مثال یکی از این حلقه ها میتونه آموزش باشه، یکی از این حلقه ها میتونه بحث فرهنگ سازی، بحث نظارت، بحث دستورالعمل ها و رویه ها، بحث طرح‌های انگیزشی و یا بحث سیستم های تشویق و تنبیه باشه که خب تو سازمان‌های مختلف اینها از قوام و دوام مختلفی برخوردارن. پس سازمان ما یک مجموعه زنجیره با حلقه‌هایی که هر کدوم استحکام متفاوتی دارن. چرا مثال زنجیر رو میزنیم؟ چون که زنجیرها به صورت ویژوال عمدتاً ایراداتشون قابل شناسایی و بررسی نیست. اگر با نگاه سطحی به سازمان نگاه بکنیم، چون که زنجیر رو وصل می‌بینیم، فکر می‌کنیم کار داره طبق معمول خودش انجام میشه، در حالی که ما خبر نداریم به بخشی از این حلقه‌ها وارد میشه و شاید یک ساعت دیگه، شاید یک سال دیگه، شاید 10 سال دیگه این حلقه در از اون تاب‌آوری خودش رو از دست بده و ما از همونجا در از به کل ساختار سازمان آسیب وارد بکنیم. موردی که وجود داره اینه که زمانی که یکی از حلقه ها قراره که از بین بره، باید این رو در نظر بگیریم که این حلقه به مرور زمان برای ما عادی نشه، یعنی حلقه ها لاغر میشن، حلقه ها از هم گسسته میشن و ما این رو فرض میکنیم که خب همچنان داریم کار میکنه و ما باهاش مشکلی نداریم، در حالی که این
روتینیزیشن و نرمالیزیشن در دیدگاه ما در سازمان عملا ما رو با پای خودمون سوق میده به سمت حادثه و فاجعه‌ای که میتونه کل فضای سازمان از جمله اعتبار سازمان رو دچار خدشه بکنه. گاهن ما در بخشی از زنجیرهای خودمون از حلقه‌های فوق‌العاده نامناسبی استفاده میکنیم که حتی از نظر ظاهری هم متوجه این موضوع هستیم که احتمال آسیب از اون بخش برای ما تشدید شده است، ولی به هر ترتیب به اون بی‌توجهی میکنیم و علت اصلیش هم اینه که فکر نمیکنیم از این بخش ما دچار آسیب بشیم. برای مثال یکی از حلقه‌هایی که خیلی بهش کم توجه میشه تو برخی از سازمان‌ها بحث نگهداشت نیرو. وقتی که شما نیروی رو وارد سازمان می‌کنی، آموزشش می‌دی، اون فرد با مهارت‌های دیگری که خودش داره و وارد مجموعه شرکت ما شده، یک اثر مثبت و یک اثر بخشی خاصی خود رو در کنار کارایی که داره به سیستم ما وارد و در مقابل مشکلی که ما توی سازمان همون داریم این که ما سیستماتیک نیستیم. باید بپذیریم که خیلی وقتها فرد محوریم و وقتی این فرد از سازمان جدا میشه با فرض این موضوع که خب نگهداشت این نیرو میتونه ترتیب سازمان رو به هم بریزه. برای مثال این فرد درخواست 20% افزایش حقوق داره و در هیئت مدیره یا بخشی که اون کمیسیونی که در حال بررسی میگه خب اگر ما این درخواست رو قبول بکنیم به تبع اون افراد دیگه هم ممکنه بیان و درخواست افزایش حقوق بدن و نظم سازمان به هم بریزه. پس علارغم میل باطنی ما مجبوریم با این فرد خداحافظی بکنیم. خروج این فرد از سازمان مساوی میشه با خروج کلی تجربه هایی که از قبل داشته به علاوه تجربه هایی که در سازمان به دست آورده و ما موفق به جانشین پروری و انتقال اون اطلاعات نشدیم. در نهایت این فرد میتونه با خروجش از سازمان و ورود فرد جدید که خب حداقل شاید چند ماه طول بکشه تا با جو سازمان ما آشنا بشه، سازمان ما رو در معرض ریسک قرار بده که میتونه اتفاقات فاجعه بار رو برای ما به همراه داشته باشه. و اون زمانی ما متوجه میشیم که کاملا حلقه از هم پاشیده میشه. ما مواردی رو داریم که یک حادثه منجر به از دست رفتن چندین جان شده و به تبع اون چندین خانواده درگیر شدن، آسیبش به فضای هم اقتصادی و هم صدا رو دارن دوستان؟ خانم کمالی ممنون میشم اگر دوستان که کامنت میذارن رو این پاسخ رو بدین، چون من فیدبک ممنون تپاس و اون موقع علاوه بر اعتبار سازمان جو سازمان هم دچار تنش خواهد شد و تمرکز و توجه سازمان‌های متولی مثل اداره کار، مثل شبکه بهداشت، مثل سازمان محیط زیست به مجموعه ما به صورت افراطی افزایش پیدا می‌کنه و عملاً بهره‌وری سازمان افت شدید پیدا می‌کنه. روحیه افراد می‌تونه تا سال‌ها درگیر این فضا باشه. چه جزوه رو هم در اختیار عزیزان قرار خواهیم و به تبع اون امکان وجود داره که ما موفق نشیم سازمان رو در زمان و مکان مناسب به هدف غایی و والای خودش برسونیم. من همونطور که در بخش قبلی هم عرض کردم، بحث بهداشت روان از اون بخش‌های زیرپوستی صنعت ماست که ما بهش دقت نمی‌کنیم و ریشه بروز خیلی از حوادث سازمانی است. مثلا دقت بکنید وقتی یک پروژه در حال اتمامه، عملا عمده توجه ها به اینه که فوق زودتر بذارید کارشون رو انجام بدن برن و این زودتر اجازه بدید به این سمت موضوع رو پیش میبره که به هر طریقی انجام بدن و دیگه اونطور مسائل ایمنی مطرح نیست و
همون زمانی که نگاه میکنی شرکتی میخواد از مجموعه خارج بشه، عملا با یک حادثه جانی جدی و حتی منجر به مرگ میتونه کل سازمان رو تحت شعاع قرار بده. حادثه اتفاق میفته و تموم میشه میره، اما بار روانی او تا مدت ها میتونه توی مجموعه خودش رو نشون بده. عمده مشکل ما اینه که مسائل روانی قابل تعمیمن، یعنی فرد اون مشکل رو با خودش به داخل منزل خودش میبره، با خودش داخل تاکسی میبره، با خودش داخل اجتماع میبره، با خودش توی ارتباطش با فروشگاه ها و مغازه دارها میبره و عملا یک جاهای خودش هم نمیدونه از کجا این اتفاق براش افتاده. عمدتا نگاه میکنید با بالا رفتن سن و فشاری که از نظر بار معیشتی به فرد میاد، فرد فوق العاده طاقتش کاسته میشه و نگاه میکنه میگه من آدم چند سال گذشته نیستم. این آدم تمرکزش رو روی کارش از دست میده، چون که ما گیجی نداریم که تمرکز این فرد رو، اثر بخشش رو بسنجیم. غافلیم از این که نگاه میکنیم ماه ها ممکنه بگذره و هر ماه طرف 1 یا 2% از اثر بخشی خودش رو از دست بده. سوال اصلی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که حلقه ضعیف سازمان ما کجاست؟ آیا ما موفق شدیم این حلقه رو پیدا بکنیم؟ و برای پیدا کردن این حلقه از چه ابزاری میتونیم استفاده بکنیم؟ یکی از ابزارهای متعارف که برای بررسی شرایط و نه تنها در خصوص تجزیه و تحلیل حوادث، بلکه به منظور ریشه یابی علت بروز خیلی از مسائل داخل سازمان میتونه مثلا حتی کاهش فروش باشه، بحث استفاده از تکنیک RCA رو ما خواهیم داشت که همونطور که از اسمش پیداست هدفمون تجزیه و تحلیل ریشه ای عوامل هست و خب باید توی این تحلیل ریشه ای به این نکته توجه بکنیم که عمدتا توی RCA ها ما مورد رو به صورت خطی میبینیم و این موارد شاخ و برگ رو بهش توجهی نمی کنه. برای مثال ما در RCA ها به موانع دقتی نداریم، به اینکه چه کنترل هایی ما توی سازمانمون داریم که اتفاق میفته، بلکه دنبال این هستیم که چرا این اتفاق افتاده و خب بخش های مختلفی داره، شامل علل مستقیم، علل غیر مستقیم و علل ریشه ای. که خب علل مستقیم این بخشی شاملش میشه که ما در بعد مشاهده اون رویداد از بقیه میشنویم. برای مثال اینکه چی شد که این فرد حادثه دید؟ میگن سیلندر منفجر شد. انفجار اون سیلندر، چون که همه توی این قضیه به عنوان خط اصلی باشه رو بروند، میشه علت مستقیم. وقتی که دیتیل تر میشیم میگیم که خب علت این که سیلندر منفجر شد چیه، یک گام به عقب‌تر میاد، میبینیم که فرد در هنگام استفاده از سیلندر با دست چرب سیلندر اکسیژن رو لمس کرده و این باز میشه علت غیر مستقیم. ریشه ای تر که وارد میشیم میبینیم که توی سازمان ما اصلا نگاه نشده به این که این مورد توی آموزش ها به فرد تذکر داده بشه و اصلا فرد اطلاعی نداشته که دست چرب با اکسیژن میتونه در از زنجیری واکنش ها رو تکمیل و بدون وجود هیچ حریقی در از انفجار رو رقم بزنه. وقتی که به ریشه ای توجه میکنیم اینه که ما دقیقا اون بخشیه که نمیبینیم. یعنی یک درخت رو شما تنش رو میبینید، چاخ و برگش رو میبینید، میوه و ثمرش رو میبینید، اما ریشهش رو نمیبینید. هر چقدر ریشه این درخت ضعیف باشه، این درخت در معرض اتفاقاتی که در پیرامونش هست آسیب پذیرتر میشه و هر چقدر این ریشه قوی تر باشه، حتی اگر تنه این درخت حالا به قول خودمون آنچنان تنومندی نداشته باشه، ولی در مقابل مسائل بیشتری قدرت تحمل داره.
یک مقدار که شرایط جلوتر رفت، اومدن و به صورت شاخ و برگدارتر موضوع رو نگاه کردیم و موضوع رو با پیچیدگی های بیشتری دیدیم. اصطلاحا این مورد رو ما به اسم فیشبون دیاگرام یا بحث استخوان ماهی میشناسیم، که دقیقا مثل فضایی که استخوان های ماهی داره، ما علل رو دنبال میکنیم تا به اون مشکل یا علت اصلی برسیم. ضمن این که هر علتی میتونه یک علت فرعی رو هم شامل بشه. این میتونه توی فضای متریال ها به عنوان منابع اصلی ما دیده بشه، میتونه توی متد های ما به عنوان ورودی دیده بشه، و یا در بخش منابع انسانی ما، و یا در بخش تجهیزات و ماشینالاتی که ما داریم ازشون استفاده میکنیم. خب هر کدوم از این موارد به جای خودش قابل بررسی و بسته. من بابت اینکه زمان محدود هست سعی میکنم موضوع رو سریعتر از این موارد گذر بکنیم تا به موضوع اصلی خودمون برسیم. اگر جایی از بحث رو دوستان سوال پرسشی دارن، بنده در خدمتشون خواهم بود. سوال رو بنویسن، توی بریک ها انشاءالله در موردش گفتگو خواهیم داشت. نکته ای که در خصوص تکنیک ها وجود داره اینه که عملا ما در حوزه حوادث از این استفاده صرفا نمی کنیم، بلکه تجزیه و تحلیل ها به هر بخش از سازمان که نیاز پیدا بکنه ورود پیدا میکنه. آنچه که در بخش ما خیلی مهمه اینه که ما تو حوزه حوادث بدونیم که چرا میخوایم یک حادثه رو بررسی بکنیم. برای این کار باید اول از همه از خودمون بپرسیم که چه چیزی میلاد. بله، حالا نرم افزار، یکی از دوستان پرسش فرمودن، خانم امیرخانی، بله نرم افزارهایی هم وجود داره، در ادامه بحث به صورت گفتاری رو بهش اشاره خواهیم کرد. اینکه آقا حادثه‌ای که توی سازمان من اتفاق میفته، من کدوم روش رو به عنوان بهترین روش برای تحلیل خودم انتخاب بکنم. نکته ای که این وسط ما بهش برمیخورید اینه که هیچ روشی همه فن حریف نخواهد. یعنی شما روشی رو ندارید که به واسطه اون موفق بشید، پاسخ همه موارد رو پیدا بکنید و اصطلاحاً یه شاه کلید داشته باشید. آنچه که تجربه نشون داده ترکیبی از چندین روش و استفاده از تکنیک های متفاوت تجزیه و تحلیل با اهداف متفاوت میتونه ما رو به اون نتیجه ای که میخوایم برسونه. پس در پاسخ این سوال که چه روشی بهترین روشه، ما باید این سوال رو بپرسیم که هدف شما از انجام این بررسی تجزیه و تحلیل چیه، تا بتونیم با اون بهترین روش رو مشخص بکنیم. آیا من دنبال مقصری میگردم؟ آیا دنبال پیدا کردن گپ‌های سازمانی هم؟ آیا دنبال پیدا کردن علل ریشه‌ای هستم؟ آیا دنبال این هستم که ببینم کدوم کنترل ها توی سازمان من فیل شده؟ و یا مواردی از این دست؟ پس این خیلی مهمه که با در نظر گرفتن هدفمون در مقابل روش انتخاب کنیم. چرا؟ چون که روش ها به همون اندازه که میتونن کاربردی باشن میتونن سازمان ما رو هم منحرف کنن. یعنی چی؟ یعنی شما در بخش سازمان این رو باید در نظر بگیرید که من چقدر وقت میخوام برای این حادثه بذارم. اگر شما از یک روش تکنیکال زمانبر برای یک حادثه جزئی استفاده بکنید، بعد از یه مدت این روند فرسایشی و لوس میشه. و از طرفی بعضی از روش های بررسی نیاز به وجود کارشناسان خبره و تأمین هزینه و همچنین ایجاد نظارت‌های کامل رو دارد. یعنی چی؟ شما وقتی وارد یک سازمان میشید باید بتونید اتوریتی بدید به طرف. طرف باید بخش‌های اصلی رو پیدا بکنه و به واسطه اونها بتونه موارد رو بررسی بکنه. برای مثال در سازمان شما حادثه ای اتفاق افتاده. سازمان شما میتونه یک سازمان امنیتی باشه. در این سازمان امنیتی دسترسی به دوربین ها وجود نداره.
در این حال که سه تا دوربین توی اون منطقه وجود داره ولی اتوریتی برای شما برای بررسی این موارد وجود نداره و فیلم رو در اختیار شما قرار نمیدن. پس این رو باید در نظر بگیریم. فردی که به عنوان کارشناس قراره یک موضوع بررسی بکنه، علاوه بر داشتن علم و دانش مربوطه، باید اتوریتی اختیارات رو در اختیار داشته باشه تا با دید بهتری بتونه موضوع رو پیگیری و به اون نتیجه مربوطه برسونه. با این فرضیاتی که گفتیم میریم برسیم به بحث تشریح روش تریپود بتا. در تریپود بتا نکته‌ای که خیلی توجه ما رو جلب میکنه توجه به موانع هست. ما در حوزه موانع بخش اجازه بدید من وایت بوردم رو فعال بکنم. ما در بخش موانع با چند دسته از موانع روبرو میشیم. موانعی که مؤثر عمل کردن که خب دو تا حوزه دارن، بازکنشی هستن و واکنشی. ما یک سری از موانع رو میذاریم که بتونه از بروز حادثه جلوگیری بکنه، یک مورد دیگه از موانع رو میذاریم که اگر حادثه اتفاق افتاد از تشدید اون جلوگیری بکنه. برای مثال سازمان شما بخشی رو داره به اسم اعلان حریم، اومده یک سیستم اعلان حریم رو گذاشته. سیستم اعلان حریم فقط یک هشدار رو داره میده. اگر به این بخش و عمدتا روی کرده چیه؟ واکنشی، یعنی باید اون اتفاق بیفته، حالا یا دودی سنس کرده یا بحث حریقی رو سنس کرده یا وجود گاز سمی قابل انفجار یا اشتعالی رو سنس کرده یا کمبود اکسیژن رو سنس کرده. به هر ترتیب اون سیستم اعلان رو فعال می‌کنه. حالا موضوع بحث ما اعلان حریق. یک زمان دیگه به صورت واکنشی شما برای جلوگیری از انتقال آتش سیستم اطفاء حریق رو هم به این سیستم اضافه می‌کنید. نگاه میکنید ببینید که این سیستم به صورت مؤثر عمل کرده یا نکرده. در بخش بعدی یک سری از موانع رو طراحی کردیم که به هر ترتیب با شکست روبرو شده، نتونسته در از ازش استفاده بشه. برای مثال حالا باز میگم چه مجموعه رو سعی میکنیم در نظر بگیریم، این که یک کپسول استفاده از یک سیلندر خاموش کننده دست به علت اینکه در جای نامناسبی تعبیه شده فرد نتونسته ازش بهره ببره. پس عملا این مانعی که ما گذاشته بودیم که در صورت بروز حریق از این سیلندر استفاده بشه عملا شکست خورده و فیل شده. نکته بعدی موانع غایبه، یعنی آنچه که باید میبوده و نبوده. برای مثال توی همین سیستم حریقی که داریم کپسول رو برای شارژ بردن و عملا جارژ خالیه و شما فقدان اون مانع رو دارید، یا اصلا بهتر بگیم اینطور بهتر بگیم که اصلا کپسولی برای اینجا تعبیه نشده بوده. این فضا فضاییه که میتونه سازمان رو به سمتی پیش ببره که فکر بکنه و چراها رو پیدا بکنه. چرا این مورد دیده نشده، یا برعکس اینطور بپرسید چطور من میتونم از بروز این اتفاق جلوگیری بکنم. ما در بخش تریپود بتا با سه عنصر اصلی در اثر ارتباط هستیم. یکی بحث خطر یا عامل، یکی بحث هدف، و که این تعامل این دو تا با هم دیگه رویداد یا حادثه رو برای ما می‌سازه. هدف‌ها عمدتاً بخش مالی و بخش انسانی رو، همین اون بخش کلی‌تر رو داریم، حالا اعتباری و اینا میتونه هدف قرار بگیره، ولی بخش انسانی ما هست. مخاطرات اون بخشی هستن که میتونن روی هدف ما تأثیر بذارن. برای مثال همون بحث حرقی که عرض کردم خدمتتون. خب
خوب به این تصویر دوستان دقت بکنید. مفصلا در مورد ساختار و قوانین درختواره ها با هم دیگه صحبت بکنیم. اینکه اگر من بخوام برای یک حادثه از روش تریپود بهتر استفاده بکنم، در خصوص درختواره هاش چه قوانین رو باید رعایت بکنم و همچنین در خصوص لایه های کنشی یا همون پیشگیرانه و لایه های واکنشی صحبت خواهیم. رسیدیم به اون علل‌های مستقیم یا علل‌های فوری و به تناسب اون، حالا اجازه بدید من نشون بدم. من از عناوین مختلفی برای این موضوعات استفاده کردم تا دوستان با بیان‌های مختلف این موارد روبرو بشن و بدونن که همه اینها در اصل یک چیز رو داره دنبال می‌کنه. ببینید، آنچه که در کلیه مباحث تجزیه و تحلیل حوادث ما باهاش روبرو هستیم، بحث علتیابی تا نهایتاً برسه به بخش علل ریشه‌ای، علل نهان و مواردی از این قسم که حالا می‌بینیم. در این بخش ما یک سری علل فوری خواهیم داشت که در اصل در بخش اولیه باهاش روبرو میشیم. بخش بعدی یک سری پیش شرط‌ها هستن که اینها در اصل علل واسطه‌ای هستن که سبب بروز علل فوری میشن و توی مدل تریپود بتا ما گونه ای از تحلیل رو داریم که تو حالت اول تحلیل روی لایه های کنترلی که با توجه به نتایج استخراج شده از فرآیند تریپود بتا رسم شده قراره که یک حادثه رو تعریف بکنیم و مورد بعدی این که علل رو بر اساس نبود لایه های کنترلی یا شکست لایه های موجود تعریف. پس دقت میکنید اگر دارید از تکنیک تریپود بتا استفاده میکنید، تأکید شما بر اینه که یک، چرا این اتفاق افتاده و رأسا بعد اون میرسیم به این که چه موانعی رو ما باید میداشتیم و این اتفاق افتاده کدوماش عمل کرده، کدوماش عمل نکرده و کدومها اصلا فقدانشون مطرح بوده، یعنی اصلا ما اون موانع رو ندیده بود و با توجه به نوع منبع خطر لایه ها رو تعریف بکنیم. توی حالت دوم بر اساس علل ریشه‌ای میایم این موضوع رو تعریف میکنیم و پیش شرط ها رو برای هر حادثه به صورت یه چکلیست تکمیل میکنیم. حالا این بحث در از پیش شرط ها و علل نهان رو جلوتر ما توی یک دستبندی 11 گونه باهاش روبرو میشیم که حالا در جلوتر مورد بررسی قرارش میدیم. همونطور که خدمت دوستان عرض کردیم، ما توی بحث تریپود بتا سه تا عنصر اصلی داریم. عنصر اولیه ما که به عنوان در اصل عامل تلقی میشه یا همون خطر به حساب میاد، منبع انرژی، ماده یا شرایطیه که پتانسیل ایجاد آسیب یا صدمه رو داره. در بخش هدفمون ما داریم در مورد جزئی صحبت میکنیم که توسط عامل تغییر در اصل دوچار تغییر میشه و اون پتانسیل تغییر رو از طرف عامل دریافت میکنه. نهایت این همکنش این دوتا ما رو میرسونه به یک رویداد که در اصل اینجا بحث حادثه رو ما خواهیم داشت. حالا چرا این طبقه بندی رو مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه ما یک سری تعریف روابط رو باید بدونیم. هیچ چیزی به صورت صرف مطلق نیست. شما ممکنه رویداد رو باش روبرو بشی که در اصل خودش در بخش دیگه یک هدف بوده و یا هدفی رو باش روبرو بشی که خودش در بخش دیگه به عنوان نقش. حالا تو اون مثالهایی که ما جلوتر داریم در این مورد با هم بیشتر صحبت میکنیم. پس روابط رو ما اینطور ببینیم که در این بخش ما دو گروه با هم باید ترکیب بشن و این مسئله برای نشون دادن رویدادها برای ما به کار میره. توی ادامه ما میتونه اثرات طبیعی که اینها به روی هم دیگه داره
ماهیت اینها رو در بخش‌های مختلف دچار تغییر بکنه. برای اینکه بتونیم اینها رو شناسایی بکنیم، ما باید قوانین رسم درختواره ها رو بشناسیم. اولین قانونی که باش روبرو میشیم اینه که در ترکیب های ستایی فقط یک عامل و یک هدف وجود داره که در نهایتا به یک رویداد ختم میشه. ما نمیتونیم دو تا هدف رو در نظر بگیریم و با ترکیب اونها به چی برسیم؟ به یک رویداد برسیم. قانون دوم اینه که یک هدف میتونه توسط چند تا عامل تحت تأثیر قرار بگیره و به تناسب اون میتونه چند تا رویداد رو ایجاد بکنه. این موارد میگم تو حالت تئوریکال هست، اگر تو مثالهای عملی وارد بشیم میبینید که خیلی هم ملموسه و به راحتی قابل استنباطه. قانون سوم ما این گونه هست که یک عامل میتونه توسط چند هدف تحت تأثیر قرار بگیره و در نتیجه اون شما چند تا رویداد داشته باشید. قانون چهارم ما این رو مطرح میکنه که مانع مفقود میتونه به علت پنهان متصل بشه. این نوع مانع میتونه بیشتر از یه علت داشته باشه. ببینید اون بخشی که به عنوان مانع مفقود ما هست میتونه دقیقاً چون که دیده نشده متصل بشه به همون علت پنهانه. یعنی اگر دیده میشد باید یه گام میابردیمش جلوتر. اما سوال اینه که آیا ما برای یک علت پنهان تنها یک مانع میتونیم داشته و یک مانع غایب میتونیم داشته باشیم؟ تو بخش قانون پنجم به این پاسخ میدیم که برای یک علت پنهان میتونه چند تا مانع مفقود وجود داشته باشه. بله من سه تا مثال رو آقای خلف اگر صبور باشید در ادامه با هم بررسی میکنیم، هم مثال ساده ای که راحت به قول معروف بتونیم به نتیجه برسیم، هم مثالی که پیچیده تر هست و در از دارای لایه های درونی. وقتی که بررسی ما از یک هدف، یک عامل و یک رویداد تشکیل شده باشه، اون اولین بخشی که ما بهش میرسیم بهش میگیم رویداد هسته. یعنی همه چیز از اونجا شروع شده و بعد شما به صورت یک درخت که انگار از یک تنه و سه تا شاخه قرار رشد بکنه میرسید به بخش‌های دیگه. خب قانون ششم میگه ترکیب علت بیواسطه پیش شرط و علت پنهان به مانع معیوب متصل میشه و چند علت بیواسطه نمیتونه به مانع معیوب متصل بشه. دقیقا این شکل یک رو که دارید مشاهده میکنید به همین اصل اشاره میکنه که شما نمیتونید یک مانع معیوب رو مستقیما و بدون داشتن هیچ علت واسطه یا پیش شرط یا علت پنهانی وصلش بکنید به یک علت مستقیم، بلکه برعکس میبینید توی تصویر دوم این مورد نوشته شده که چندین پیش شرط میتونن به یک علت مستقیم متصل بشن. یعنی دقیقا اون حالت درختواره‌ای و شاخه‌ای وجود داره. اصلا نگاه ما دیگه خطی نیست. اینکه برخی از دوستان من دیدم توی تحلیل ها موقعی که میان میگن اگر این علته پس این چیه؟ ببینید ما میتونیم برای بروز یک رویداد چندین علت مستقیم داشته باشیم و برای یک علت مستقیم چندین پیش شرط داشته باشیم. در بخش بعدی و قانون بعدی درختواره ما اینو داریم. در مانع معیوب چند علت مستقیم میتونن به یک پیش شرط متصل بشن. با دونستن این ترکیب ها
میریم که یک نگاه کلی داشته باشیم به بحث حادثه و تحلیل. ببینیم اگر بخوایم خیلی جمع و جور موضوع تریپودومتر رو مطرح بکنیم، میبینید یک هزاردی وجود داشته، در نهایت منجر به بروز یک حادثه ای شده که نشون دهنده اینه که یک سری از بریرها و موانع ما درست عمل نکردند یا اصلا دیده نشدند. این شکل و شمایل شما رو به یاد کدوم یک از مدل های چسی میندازه؟ بحث پنیر سوئیسی هست دقیقا. بله بله جناب مهندس جواری عزیز، انشالله که هر جا هستین موفق و معید باشه. ببینید یکی از مثال‌های فوق‌العاده در حوزه چسی و عمل کرده اون پنیر سوئیسیه. یعنی چی؟ سازمان شما دارای لایه‌های متفاوتی هست که مانند یک پنیر سوئیسی دارای سوراخ‌های متعددیه. زمانی حادثه برای شما اتفاق می‌افته که در اصل اون خطای واقع شده بتونه تمام سوراخ‌ها رو توی یک مسیر طی بکنه. برای مثال خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید یه بریری ما داریم به اسم آموزش، یه بریری داریم به اسم دستورالعمل‌ها، یه بریری داریم به اسم نظارت، یه بریری داریم به اسم خود فرد، آگاهی، تمرکز فرد. نگاه می‌کنید ما آموزش کوتاهی کرد، اما حواس فرد هنوز جمع، با اینکه در این خصوص آموزشی ندیده ولی اتفاقی براش نمیفته. توی سازمان ما دستورالعمل‌های ما قدیمیه، یعنی به واسطه حوادثی که اتفاق افتاده، به واسطه اطلاعات جدیدی که وارد شده، به واسطه دستورالعمل‌ها و رویه‌های جدیدی که ابلاغ شده، ما دستورالعمل خودمون رو اصلاح نکردیم و توی این بخش ما به این نتیجه میرسیم که دستورالعمل ما ضعیفه. اما میتونه این باعث بروز حادثه نشه. مشکل افراد، سازمان ها بهتر بگم، افراد منظورم مدیران ارشد، اینه که اینطور تحلیل میکنن آقا تا الان که اتفاقی نیفتاده چرا شلوغش میکنه، چرا این موضوع رو اینقدر بزرگ میکنه. پس اول از همه ما باید به مدیران ارشد اینو بفهمونیم که آقا این پنیر سوئیسی ما لایه‌هاش ثابت نیستن، در حال حرکتن. یک لحظه اون دستورالعمل ضعیف، اون آموزش ضعیف در کنار نظارت ضعیف میتونه با در نظر گرفتن عدم تمرکز فرد و در اصل حواس پرتی فرد بروز حادثه رو داشته باشه. یعنی در زمان نامناسب، در مکان نامناسب، رفتار نامناسبی داشته باشی که به واسطه اون شما اون حادثه رو دارید. و بعد فرد میگه چی شد اینطوری شد؟ و این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون که سازمان ها سریعا توی این موارد دست به توجیه میزنن، نمیخواد بپذیره که ایراد از سازمان خودشه. نمونه همون جوابایی که خدمتتون عرض کردم، چرا این حادثه برای فرد اتفاق افتاد، مدیر ارشد جوابش چیه؟ تقصیر خودش بوده، خودش حواسش نبوده. کار هست دیگه، وقتی کار باشه حادثه هم هست. و این جملات یعنی ما دنبال تحلیل نیستیم توی سازمانم. خب ما دو تا بخش خیلی مهم داریم. دقیقا آقای خلف خدا خواسته این واقعا خطرناکترین بخشی. چرا؟ چون که همه را میتونیم گردن خدا بندازیم، کسی هم نمیتونه از خدا سوالی بپرسه. در این مسئله که وجود داره ما با دو تا فاکتور اصلی مواجه میشیم. راهنمایی میکنم اون دو تا فاکتور رو آقای هنریش خیلی بهش عقیده داره. دوستان لطف میکنم بگن چیا هست. راهنمایی دوم هم اینه که خود آقای خلف‌پور هم اگر ما اونو به سه بخش تقسیم بکنیم یکیش رو گفته. احسن خانم صالحی، اعمال و شرایط نهایی. دقیقا
از بین اعمال و شرایط ناایمن کدومش بیشتر منجر به بروز حوادث میشه؟ ولی اگر من بخوام کار بکنم رو کدوم بخش باید تمرکز بذارم؟ نه دیگه خانم سال روی جفتش، یعنی هم صحبت آقای نیسی نژاد و هم بخش آقای ما الان اتفاقا من به عمدن اینو مطرح کردم. ببینید آن سیف اکت ها کنترلشون فوق العاده سخته، چون شما تو ذهن فرد نیستی. امروز طرف با خانمش دعوا شده، تو مسیر که می اومده یه ماشین پیچیده جلوش، یه جر و بحث لفظی شاید تو ممکنه فیزیکی داشتن، اومده سر کار، ذهنش دنبال قصه عقب افتادشه، ولی شما تو ظاهر طرف هیچ چیز رو نمیبینی، اتفاقا ساکت‌تر از بقیه روزها داره به کارش ادامه میده. چجوری شما میخواید این رو متوجه بشید؟ پس باید موانع رو جلوش زیاد بکنید. یعنی چی؟ اون بحث شرایط ناایمن رو به ایمن تبدیل کنید. خب آقا من فقط رو شرایط ناایمن کار میکنم، چند تا از سویچ هایی که ما گذاشتیم برای اینکه مثلا فلان دستگاه دو شاسی زده بشه، طرف با عمل ناایمن خودش میاد یه سوکبریت میذاره کنار یکی از شاسی ها که با یکی از دست ها بزنه و آمارش رو ببره بالا. شما یه شرایط ایمنی رو به صورت ناقص، حالا توضیح میدم چرا ناقص، ایجاد کرده بودی که طرف اتفاقا اینو یک فرصتی دیده برای اینکه بتونه آمار بیشتری بزنه. این آمار بیشتر متوجه این فرد نمیکنه که آقا شما سرعتت داره بالا میره در حالی که توانمندیت بالا نرفته، ممکنه توی ضرب اول نه، ضرب صدوم نه، ضرب هزارم بالاخره این عامل باعث بروز حادثه بشه. اینه که ما میگیم حادثه غیر قابل پیش بینیه، ولی قابل پیش بینی هست. خب توی این بخش حادثه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم، اینو دوستان مد نظر قرار بدن که ما باید رو دو تا هر دو حوزه کار بکنیم، یعنی هم عمل ناایمن هم شرایط ناایمن، چون نمی‌دونیم از کجا می‌خوریم. شیفت شبی که شما نیستی کارگری چطوری داره کار می‌کنه؟ پس حالا من می‌خوام عمل فرد رو ایمن کنم، چند تا پیشنهاد به من بدید چی کار کنم که رو عملش تأثیر بذارم؟ خب احسن آقای نادری، بحث روش‌های روانشناسی، آی داروغ، کنترل عملیات ها دقیقاً دو تا بخش داره. یک بخشش به خاطر حس این که نظارتی روی کار هست طرف رو حواس جمع‌تر بکنه، دقیقاً مثل زمانی که شما وارد یک سالن میشید، وارد سالن یک کارگاه یا یک سایت میشید. به محض اینکه فرد رو با نشانه های ایمنی میبینن، حالا میتونه خودروی ایمنی باشه، میتونه کلاه ایمنی باشه، میتونه شناختن خود اون فرد به عنوان نفر HSE باشه، و وقتی وارد میشه اتوماتیک همه حواسشون به کارشون جمع تره، چون که اون حس نظارته براشون وجود داره. بای اختر، ارزیابی ریسک رو ما میتونیم به عنوان یک ورودی در بخش دیگه ای ببینیم، نه روی رفتار فرد. ببینید ما داریم در یه نکته ای رو بگم، ما توی شناسایی خطرها و ارزیابی ریسک ها یک بخشی روی شغل فرد کار میکنیم، نه شاغل. این که فرد طرف 60 سالشه، طرف آدم دست با چلفتی یا موارد دیگه، اینا توی ارزیابی ریسک ما نمیاد، اینو باید جای دیگه و جور دیگه ببینیش. احسن، من منتظر این بخش بودم که آقای یا خانم صمیمی مطرح کردن، ارزیابی اثر بخشی های آموزشی. ببینید ما مشکلی که داریم اینه که آموزشی که میدیم مطمئن نیستیم که تاثیرگذار بوده یا نه. اصلا تاثیرگذار بوده، فرد از کلاس ما زد بیرون، یه هفته بعد دو هفته بعد چقدر از مطلب ما یادشه؟ ما خیلی وقتا جوگیر میشیم، طرف تا تو اون جو است داره اون نکات رعایت میکنه.
به محض اینکه از اون فاصله میگیره، یه مقدار اون فضای فراموشش میشه، برمیگرده به اون آدم و شخصیتی که سابق بوده. هنر شما اینه که این جو مثبتیه، طرف رو که گره شما باید کاری بکنید که طرف تو مسیر صحیح قرار بگیره. یعنی الان بهترین زمانی که با کمترین مقاومت طرف تغییر رو میپذیره. ممنون. آقای داروغه دفتری خیلی خوبی اشاره کردن. دوستان انومالای یا به اصطلاح خودمون انومالی میدونن که چیه؟ عمدتاً تو سایت های پرو بغیر از آقای داروغه. حالا من آقای داروغه بی زحمت تایپش بکنید تعریفش رو که در زمان مناسب به خدمتون عرض کردم شرحش رو بنویسید انشاءالله. ولی الان عدم انتباه های کارگاه، منظورتون چی از عدم انتباه ها؟ یکم بازش بکنید. بله آقای خانم صمیمی، لطف میکنید فاراب جان مشخص بکنید جنسیتتون رو این بیان. بله آقای صمیمی. بله ببینید، نه شبه حوادث یه قدم قبلتر از شبه حوادث ما انومالی ها رو داریم. انومالی ها قبل از رسیدن به حادث هست. انومالی ها در اصل یا شامل یک رفتار ناایمنی هست که شما دارید میبینید و یا شامل یک شرایط ناایمنی هست و یا ترکیبی از این دوتا. تفاوتشون با شبه حادثه چیه؟ اینه این که هنوز تو حالت بالقوه خودشون باقی موندن و بالفعل نشدن. شبه حادثه چی بود؟ حادثه به خیر گذشته. اون به قول معروف اگر دیدید فرد به جای اینکه آچار خودش رو توی جعبه ابزارش بذاره گذاشت روی پلتفرمی که بغلش بازه و احتمال داره بیفته، تا نیفتاده این چی میشه؟ انومالی میشه. اگر طرف کلاه ایمنی خودش رو استفاده نمیکنه، اگر فرد شما حالا اینا اعمال ناایمنی شرایط ناایمنی بگیم، آقا سازمان ما تگلاین نداره، به قول معروف تگاوت نداره، یعنی اگه کار رو میخواد انجام بده یه تک نداره، آقا این در دست تعمیر است، این دستگاه خرابه، این دستگاه ناایمنه. وقتی که شما سیستم تگاوت رو نداشته باشید یا برچسب زنی رو نداشته باشید، شرایط ناایمنه، دستور عمله رو ندارید. فرق میکنه با زمانی که شما سیستم تگاوت لکات دارید اما نیرو استفاده نمیکنه. وقتی نیرو استفاده نمیکنه اون میشه رفتار ناایمنه. از فرض ما بر اینه که شما تو سازمانتون به عنوان یکی از اشکالات پنهان اصلا سیستم تگاوت رو ندیدید با اینکه فوق العاده ارزونه، پس میشه شرایط ناایمن. این رو وقتی بدید باید پیگیریش بکنید. خاصیت انومالی ها اینه که یک بخش اوپن دارن و یک بخش کلوز دارن، یعنی اوپن انومالیز و کلوز. حالا توی این بخش که داریم نگاه میکنیم چی رو داریم میبینیم؟ این که در بخشی که شما یک انومالی رو میبینید، این یک شاخص چیه؟ لگینگه برای شما، یعنی یک لگی رو توی سیستمتون دیدید. وقتی که این انومالی رو میبندید این شاخص تبدیل میشه به شاخص لیدینگ برای شما، یعنی یک عیب رو، یک نقص رو، یک نقطه ضعف رو شما رفعش کردید و چه بسا شاید به نقطه قوت تبدیلش کردید. خب توی و این مشکل ما اینه که توی ساختارهای کارخانه‌ای انومالی ها کمتر مورد توجه قرار میگیرن. قابلیت راحت انومالی اینه که هر فردی میتونه اون رو گزارش بکنه، یعنی اصطلاح میگه شما سوت زنها هستن، هر موردی رو دیدی شما گزارش بکن، فارغ از این که درست هست یا نیست. حالا میتونه در کنار این سیستم انومالی شما یک سیستم تشویق و تنبیه داشته باشی که افرادی که دقیقاً احسن آقای اختر هم بهش اشاره کردن، وقتی که فرد موارد ناایمن درست و به جایی رو اعلام میکنه مورد تقدیر قرار میگه، تقدیر این فرد باعث تشویق به بقیه میشه برای اینکه توی مسیر گام بردارن. برعکس اینکه ما توی سازمان هامون
تنبیه جایگاه بیشتری داره، چون که همیشه بخش کسب کنندگی از کارگره، اما تشویق بخش دهندگی به کارگره. کسب رو همه باش راحت‌تر کنار میان، حالا باشه بکن، ولی هنر شما باید این باشه که بعد از سیستم تشویق و تنبیه اونو ولش نکنید. اگر شما بتونید موارد تنبیهی رو به تشویقی تبدیل بکنید، اون موقع سیستم شما خیلی پویاتر میشه. یعنی اجازه ندید بخشی از هزینه مالی که بابت تنبیه فرد کم شده از سیکل رصد نظر شما خارج بشه، اون رو تبدیل به سیستم تشویقیش بکنید. نمیدونم، حالا میتونه لوح تقدیر باشه. تشویق الزاما به فرد نیست، شما میتونی با همون اسم فرد رو، نمیدونم، با یه عکس، با همون لباس کاری که داره، با یونیفرمش، برندشو بزنی، عکسشو بزنی، بنرش کنی، بزنی به ورودی، مثلا نیروی ایمن این ماه، نیروی ایمن این هفته، یا نیروهای ایمن شناسایی شده در بخش اجرا. افراد از بعد روانشناسی تمایل به دیده شدن. حالا از بحث خودمون دور نشیم، برگردیم به موضوع خودمون. خواستم فقط این نمونه ها رو ببینیم که حالا اینا رو چرا گفتم، چون که تو بحث علل ریشه‌ای توی نوع‌های مختلف ما به همین می‌پردازیم. خب این حلقه قرمز رنگی که این وسط من گذاشتم، بفرمایید دوستان، مربوط به چی میشه؟ احسنت آقای خلف‌پور. رفتارهای ناایمن آقای صمیمی، اعمال ناایمن، احسنت آقای ارجونی، فکر کنم اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم، بی احتیاطی و رفتارهای ناایمن بیش از 81% از حوادث سال گذشته رو توی علل مستقیم شناسایی شده به خودشون اختصاص دادن. ممنون آقای ارجونی، متشکر. خب پس این رو باید در نظر داشته باشیم که شناسایی خطاهای انسانی میتونه در جلوگیری از بروز حوادث و حتی حوادث مشابه جلوگیری بکنه. خطاهای انسانی دو بخش دارن. بخش اول اعمال غیر ارادی هستن و بخش بعدی اعمال ارادی هستن. توی بخش اعمال غیر ارادی ما یکی سهل‌انگاری رو داریم و یکی لغزش ها. وقتی که فرد دچار سهل انگاری میشه، همون عدم تمرکز است، خب میشه بی توجهی. اما وقتی بحث لغزش ها رو داری، شما با خطای حافظه رو ببینید. طرف یه چیزی یه جایی گذاشته یادش نمیاد، یه کاری رو باید قبل از این کار میکرده نکرده. مثلا نمونه این بخش رو چی بگم از لغزش ها، اینکه درک بهتری ازش داشته باشی. برای مثال طرف ذهنش درگیر اجاره خونه است، خب کارش اینه که با انبر قطعه رو بگیره، بذاره زیر دستگاه پرس، پرس اونو در از اون لقمه رو در از پرس بکنه و تبدیل به یک قطعه ریختگری بشه. فرد به جای اینکه با انبر قطعه رو بگیره، حافظش یاری نمی کنی که آقا اسکو به قبل از گذاشتن اینه که انبو رو برداری، بعد اون لغمه رو بگیری. طرف با دست میره لغمه رو چنگ میکنه، چه اتفاقی میفته؟ نه، بحث فراموش کردن دستور عمل ها رو توی ادامه مسیر بهش میرسی. خب این که فرد دانش کافی نداشته باشه و یا آشنایی با مقررات نداشته باشه، برمیگرده به قسمت اشتباهات سهوی. چرا اعمال ارادی حساب میاد؟ چون که طرف میتونست وقت بذاره بره اون رو ببینه، نرفته، کمکاری کرده، کاهلی کرده. مثل اینکه من از شما میپرسم که خب من یه وقت دکتر میخوام، آی فلانی دکتر سه شنبه هست یا پنج شنبه؟ این میشه جزء اشتباهات سهوی شما، جزء اعمال غیر ارادیتون نیست، جزء اعمال ارادیتونه. شما تو مسیر که داشتی میمدی میتونستی بری مطب بپرسی دکتر کی هست،
ولی به هر ترتیب سهواً یادت رفته، الان نمیتونی جواب سوال من رو بدی. خب این رو در نظر بگیری. خب توی اعمال ارادی یه بخش دیگه داریم اشتباهات عمدی. این فضا فضای خطرناک میشه. طرف میخواد انتقام داشته و نداشتهش رو از سازمان بگیره، از همکارش بگیره. توی این فضا طرف عمدن یه کار خطایی رو انجام میده. نمونهش رو هم ما داشتیم و مثلا حالا لازم نیست مثلا حتما به فردی آسیب بخواد بزنه. مثلا شما میخوای آقا رو سیستم ها رو روباتیک کنی، از نظر ارگونومی کار فوق العاده بجا، از نظر بهره وری فوق العاده اثر بخش، از نظر هزینه بر بودن هزینه اولیه بالا، ولی در مجموع توی ادامه مسیر هزینه مستهلک میشه و سودآور هم میتواند باشه، به شرطی که شما پی ام و تی پی ام درست نگه دارید. کارگری که میبینه یک ربات رو آوردن نمیبینه که کارش راحت تر شده. چی رو میبینه؟ با اومدن این ربات قرار من بیکار بشم. این من بیکار شدنه مساوی اینه که هر دفعه میره یه بخشی از این ربات رو قول خودمون یه نشکونی بهش میگیره، یه سکی میزنه، یه چه میدونم یه آب روغنی توش قاطی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون رو مانع خودش میبینه. این اشتباه عمدیه کامله، ولی یه جا ولی نمیره مستقیم بزنه خرابش بکنه، چون یک ترسی هم اون فرد داره. خب این اشتباهات عمده مونده این قضیه شامل کدوم بخش میشه؟ الان توی بخش اشتباهات عمدی از این سه موردی که گفته شده، شما بخواید این موردی که من ذکر کردم و طبقه بندی بکنید، جز به کدومی که از این سه تا بخش میذاریدش؟ اشتباهات عمدی مکرر، اشتباهات عمدی قابل انتظار، یا خرابکاری؟ لولش خیلی بردیم بالا. نه، خرابکاری نیست، اشتباهات عمدی قابل انتظار. ببینید خرابکاری به سمت نابودی و عمدتا یک جا میبره. این اشتباه توی فاز عمدی قابل انتظاره. طرف از نظر امنیت شغلی احساس خطر کرده، شما نتونستید اون امنیت شغلی رو بهش بدی، از طرفی چون که به کارش هم نیاز داره سعی میکنه یه جوری آسیب رو بزنه که جلوی چشم نباشه، اخراجش نکنن. این به مرور زمان داره این کار رو انجام میده. این جز به اون اشتباهات عمدی قابل انتظار میده. اما اگه فرد رفت چیکار کرد؟ مثلا در برق دستگاه رو وصل کرد یه جوری، مثلا به یه بخش دیگه که یه کارگری داره کار میکنه، یا ربات رو یه جوری گیر انداخت که در اصل کاملا از هم پاشیده بشه، توی اون شرایط دیگه میره به سمت خرابکاری. مثل اینه که شما مثلا یه تابلو برقی رو دستکاری بکنی، یا برعکسش تابلو رو جوری توی شرکت انجام بدی که باعث یک انفجار و یک اشتباه تو زمان غیرکاری بشه. خب پس این رو مشخص کردیم که توی بعد سهل‌انگاری ما باید اینو مد نظر داشته باشیم. اصولاً انحراف طرف ناخواسته است تو بخش سهل انگاری. علتی که ممکن یا محتمله اینه که از دست دادن زمان یا بی‌توجهیه که مثلا فرد داشته. پیش شرایط این مورد چیه؟ سردرگمی در انجام وظایف یا مقدم بودن کارهای دیگه. توی بخش لغزش ها چی رو دارید؟ همونطور که مطرح کردیم بحث غفلت رو دارید، تکرار یک فعالیت برنامه‌ریزی شده، توی تکرار به قول معروف خطای حافظه طرف داره بوده. طرف اون کاری که هر روز نمونه همون موردی که گفتن، استفاده از انبر برای گرفتن قطعه که اینجا غفلت میکنه و اشتباهاً با دست قطعه رو برمیده. خب بخش دیگه که اشتباهاته که عمدتاً گفتیم آشنایی با مقررات این موضوع رو میتونه رفع و رجوع بکنه. نمونه های از این تیپ موارد جزء بحث ما توی خطاهای انسان میشه.
ولی بریم برسیم به دسته های اشکال پنهانی که در تریپود بتا ما بهش برمی‌کنیم. ببینید، عرض کردم یه بار یه مروری بکنیم. یادتونه گفتیم که توی حالت دوم بر اساس علل ریشه‌ای ما پیش شرط ها رو برای هر حادثه به صورت یک چک لیست میایم تکمیل میکنیم. برای اینکه این علل رو بیایم اولویت بندی بکنیم، میایم یه سری دسته بندی و یه لایه های حفاظتی رو مطرح میکنیم. علل ریشه‌ای در تریپود بتا شامل موارد زیره که عمدتا به اون حروف انگلیسی بزرگ شده و حالا بولد شده نمایششون میده. مثلا اشکالات پنهان در بخش طراحی، اشکالات پنهان که حالا با دی ای به عنوان حالا دیزاین در اصل نگاه میشه نمیشونش میده. شرایط تحمیلی نامناسب، خب که بخش ارور اینفورسینگ کاندیشنز ها هستن که ما با ای سی نشونش میده. اهداف ناسازگار و حالا نمونه مدیریت تعمیر و نگهداری، بحث سخت افزارها، ضبط و ربط محیط، ارتباطات که مخصوصا تو حوزه کامیشنینگ و ارتباطات خیلی از ریشه حوادث رو میشه پیدا کرد. عدم درک متقابل از هم، عدم ارتباط صحیحی که توی سازمان وجود داره متاسفانه. بخش بعدی اون دیفنسیز ها یا سیستم های دفاعی، دستورالعمل های اجرایی، بخش آموزش و سازماندهی به عنوان بخش آخر. و این 11 مورد به عنوان علل ریشه‌ای هستن که شناسایی میشن. در مقابل اینها یه سری چک لیست رو مطرح میکنیم. مثلا ببینید، برای بخش یک مثلا میگیم تأسیسات، تجهیزات یا ابزار، میام یه سری پیش شرایط میذاریم. میگیم آقا یک A ابزار یا تجهیزات بر اساس ویژگی های مورد نظر به کار گرفته نشده و حالا مواردی از این تیپ. یا مثلا یک F رو اومدیم توضیح دادیم، ابزار یا تجهیزات نمیتوانند بعد از تغییر وضعیت، اجرای یک دستور کار یا شروع یک عملیات یا فرایند بازخورد مناسبی ارائه بدهند. اولا که همه اینها آیا کاربردی؟ خیر، دقیقاً می‌بینید دو تا تیکمو براش گذاشتیم. اگر با صنعت شما، اگر با فعالیت شما، اگر با حادثه‌ای که داری بررسی می‌کنی این ارتباط و سمخیتی نداره، شما کاربرد نداره دارش مشخص می‌کنی. خب توی بخش تعاریف اینو اینطور مطرح می‌کنیم که آقا طراحی نامناسب ابزار و تجهیزات عمدتا هم برمیگرده به ضعف‌های طراحی ارگونومیکی که خب به شدت مشهوده تو صنایع. اشکالات پنهانش رو ببینید و نوع خطاش رو هم ببینید. بخش اشکالات پنهانی که داره اومده گفتی چی؟ اومده مشخص کرده که مثلا یک یک طراحی برای شرایط محیطی عملیات مناسب نمی باشه. خب حالا میتونه شامل چیا باشه؟ حرارت و رطوبت، وجود گرد و خاک. یا مثلا یک سه اومده چی گفته؟ معیارهای فرایندی در هنگام طراحی به طور کامل لحاظ نشده. در مقابل هر کدوم از اینها ما یک نوع خطا رو داریم. بذار ببینم، اگر حالا خواهش می‌کنم که دوستان نوع خطا رو نبینن، می‌خواستم اینجوری پنهانش بکنم ولی خب دیگه حالا گذاشتیمش روبروی دوستان. ببینید مثلا برای همین یک سه معیارهای فرایندی در هنگام طراحی به طور کامل لحاظ نشده، از نظر علل ریشه‌ای و پنهان شما توی کدوم بخش تقسیم بندیش میکنید؟ توی بخش طراحی یا همون دیزاین. یا مثلا یک پنج رو که به عنوان عدم برقراری ارتباط مناسب بین طراح و کاربر در زمان طراحی میباشه، توی اون بخش کامیشنینگ دیگه. خب بر اساس اینها ما میایم یه سری موارد رو تعریف میکنیم. خب من بخش‌های مختلفی رو براتون آوردم. من برای اینکه زمان رو بتونیم سیو بکنیم و اون حوادث رو بررسی بکنیم، یک نمونه دیگه رو مطرح میکنم خدمتتون رو میریم که سه تا حادثه رو با هم بررسی بکنیم. صدای من رو دوستان دارن؟
سپاسگزارم، متشکرم. توی بخش آگاهی، آموزش و صلاحیت می‌بینید که ما صلاحیت با تجربه کافی ملاک و معیار ما قرار می‌گیره که اگر فرد از اونها برخوردار نباشه چه اتفاقاتی رو میتونه برای سازمان ما رقم بزنه. حالا یه سوال دارم. من ترکیب صلاحیت و تجربه کافی به اضافه مهارت چه چیزی رو به ما میده؟ راهنمایی میکنم توی استاندارد. نه، کل این لفظ توی خود استاندارد ISO 45000 هم بهش اشاره شده. نه دیگه، اونو آوردم، صلاحیت رو آوردم داخلش که مهارت رو همش اضافه کردم. شما تجربه و مهارت داشته باشید چی دارید؟ طبق تعریف استاندارد شایستگی. احسنت آقای اختر، احسنت. خب ببینید پیش شرایطی که اینجا تعریف کرده چی گفته؟ گفته 6A، پرسنل از دانش کافی بهره مند نیستند یا بینش کافی نسبت به نوع کار و چگونگی انجام وظیفه ایشان ندارند. خب پس فقدان تجربه کافی و از طرفی آموزشی که میتونست مؤثر نبوده باشه. توی 6B، پرسنل تجربه کافی نسبت به انجام وظیفه ایشان ندارند، یعنی آموزش توی محل کار اونها برگزار براشون نشده. بخش بعدی 6C، پرسنل توانایی کافی نسبت به انجام وظایفشون ندارن. وقتی ببینید توی کلاس بندی های مختلف، یک بخش بود دانش ناکافی، یک بخش تجربه ناکافی و یک بخش توانایی ناکافی. این موارد میره تو این حوزه، میگه ببینید آقا چرا این اتفاق افتاده؟ اشکالات پنهان توی فرایند استخدام فرد بوده، تو تست میزان اثر بخشی آموزش ها بوده. من به ترتیب دارم خدمتتون میگم، میرم 6-3 رو الان دارم میگم. پرسنل در مبنای ملاحظات خاص استخدام شدن، ماشینای فلانی بوده، نمیدونم، یا بحث سیستم های تبعیض‌آمیز، نژادی، بحث رنگ پوست، این موارد توش لحاظ شده بوده. منابع کافی برای انجام برنامه آموزشی وجود نداشته، که حالا میتونه سرمایه باشه، زمان باشه، شرکت توی اوج تولید پول داره ولی زمان نداره برای اینکه به این کار بسن و امثال هم. اینها رو وقتی ما داریم در کنار هم قرار میدیم، میایم باهاش نتیجه گیری میکنیم که چی کار بکنیم که اون اتفاقات رخ نده. حالا بریم من اینها رو سریع ازش عبور بکنم دوستان، با توجه به این بخش رو فقط تیتروار بریم. ببینید تو بخش مسئولیت پذیری و سازماندهی خودش باز یه سری زیر مجموعه داره که شامل بحث اون چشم‌انداز و ساختار سازمان و کنترل شما نه تنها توی تجزیه و تحلیل حوادث باش سر و کار داری، بلکه تو خود استانداردها هم باهاش سر و کار داری. و الان چه تو بخش ایزو 9000 و چه توی بخش ایزو 45000 و همچنین 14000 به بخش مدیریت و شرایط اضطراری و بحرانی پرداخته شد. یه نمونه از الان من یه لینک رو خدمتتون میدم برای اینکه مطالعه بکنی. من اینجا سن میکنم براتون. یه تحقیق میدانی بودی که از قضا همین حادثه هایی که الان میخوایم باید بحث بکنیم تبدیل به این مقاله شده. با کلی جزئیات دیگه اونجا دوستان میتونن مطالعهش بکنن. خب من لینکش رو خدمت عزیزان ارسال کردم. وقتی ما یه حادثه داریم باید یه همچین کارتکسی درست بکنیم، برای یه کاربرگی درست بکنیم و بیایم پرش بکنیم. هر بخش رو میبینید از یک بخش مرکزی شروع میشه، اون هسته رو در نظر بگیریم، اینایی که دارم توش زب در میزنم، و بعد شاخ و برگ پیدا میکنه. توی اولیه اشکالات سطحی رو مشخص میکنید، تو لایه دوم پیش شرایط ها رو میبینید، میبینید
میتونه یک اشکال سطحی چند تا پیش شرایط داشته باشه و به تبع اون و در بخش هر پیش شرایطی میتونه چندین و چند تا بحث اشکال پنهان داشته باشه. بریم برای نمونه حادثه رو بنده تعریف میکنم، تشریحش رو. فرد در هنگام ظهر قصد میکنه که سوار اتوبوس بشه. اتوبوس در یک حالت رمپ مانند 10 درجه شیبه آنچنانی هم نداشته، با یک سرعت 30-40 کیلومتری شروع به حرکت میکنه. فرد اون روز داره میخواد حالی که سرویس بعدی از پشت سر داره میاد و نهایتاً 5 دقیقه دیگه حرکت میکنه. درب اتوبوس که بازه فرد رو تحریک میکنه که من میتونم سوار این اتوبوس بشم. میدبه، به محض اینکه وارد اتوبوس میشه پاش توی رکاب سر میخوره و این فرد میخوره روی زمین. میتونست این حادثه صرفا در حد یک زمین خوردن باشه. میتونست این حادثه شکستگی، یک کوفتگی، ولی با فوت طرف پایان پیدا کرد. خب حالا توی این بخش نگاه بکنیم، شروع بکنیم به بررسی. اول عامل رو پیدا میکنیم، تجهیز متحرک که همون اتوبوسه. حالا ایجنتم بشه در مقابل چی رو داریم؟ کارگر رو داریم به عنوان هدف. ترکیب این دوتا با هم دیگه رویدادی رو برای ما ساخته، ایونتی رو برای ما ساخته به اسم سقوط از خودرو به صورت غیر همسط بوده. 30 سانتی اختلاف ارتفاع بوده طرف مرده ها، از 5 متر نیفتاده. این اختلاف 30 سانتی منجر به فوت طرف شده. حالا باید برگردیم ببینیم که چه موانعی این وسط وجود داشته و یا شکست خورده، یا بگیم موانعی که شکست خورده و یا موانعی که دیده. بسته بودن درب اتوبوس که باز بوده دیگه فیل کرده. چرا باز مونده؟ به خاطر عدم وجود نظارت و خود بحث باز بودن درب. بریم برای پیش شرایط. چی باعث شده این نظارت وجود نداشته باشه؟ چی باعث شده که درب عقب راننده علی‌رغم حرکتش باز بذاره؟ نبود نظارت کافی در شرایط ایمن، نامناسب بودن برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، شرایط محیطی نامناسب، طرف داره توی عصبیه کار میکنه، دمای هوا بالاست، ما میگیم حالا 2 دقیقه دیگه میمونیم، طرف از صبح وایساده کار کرده، احتمالاً 2-3 دقیقه هم دیر از اون یونیت یا واحدی که کار میکرده خارج شده، 1 دقیقه رو هم دیگه حاضر نیست تلف بکنه. خب بحث نگاه بکنید توی ارگانیزم، حالا این مواردی که ما دیدیم توی اون بخش زرد رنگ از نظر اشکالات پنهان توی 2 بخش دیدیم. یکی بخش ارگانیزیشن سازمان و یکی بحث رفتارهای نامتعارف. خب ببینیم چی بوده. سیستم های کنترلی درون شرکتی از نظر ساختاری، منابع و یا روش ها مناسب نبود. نظارت برای برقراری شرایط کار ایمن کافی وجود نداشته. حالا بریم موارد دیگه. عدم وجود نظم و انضباط در کارگاه، مورد سوم دارم میخونم تو بخش زرد رنگ. عدم شناسایی شرایط کاری مناسب، پاسخگویی و مسئولیت پذیری به طور شفاف و کارآمد تعریف نشد. این تو بخش تجهیز بوده. بریر ما تو بخش تجهیز با این بحث اکتیو فیلر ها، یعنی اون بخشی که اون قول معروف فیلی که فعال شده یا اون علت فوری، با اون بخش پری کاندیشن پیش شرط و بحث علت پنهانی که صحبت کردیم. حالا بریم قسمت پایین رو ببینیم. تو قسمت پایینی برای کارگر چه چیزایی رو داریم؟ یه سری بریر تعریف کرده بودیم. نظارت بر اعمال افراد، استفاده از تجهیزات احوازات فردی، آموزش، رعایت دستورالعمل‌های ترافیکی. بعضی از این موارد خیلی سخت گیرانه به نظر من،
مثلا چی؟ میگه بابا کی موقع اتوبوس سوار شدن کلاهی سرشه؟ ولی یادمون میره قانون میگه چی؟ کسی که تا زمانی که تو محدوده کارگاهی داره کار میکنه، یعنی تو محل کاره و باید تجهیزات حفاظت فردیش کامل باشه. پس این آدم تا زمانی که حتی داره سوار اتوبوس میشه باید کلاهش سرش میبود. اگر کلاهش سرش بود، اگر چونه بند داشت، یعنی فرض کنید کلاه چونه بند داشت، ممکن بود میخورد زمین، اصلا این اتفاقه براش نمیافتاد. خب بریم ببینیم که توی بحث اکتیو فیلر با چه چیزی روبرو بشیم. یکی بیتوجهی به خطرات رانندگی توسط شخص راننده. یکی دیگه عدم نظارت بر فعالیت و رفتار پرسنل. اینکه آقا یه فرد وقتی که اتوبوس درش بازه و در حال حرکت داره میدوه سوار بشه و حالا میتونه یه فلگمن، یه نفر HSC، یه حراست اونجا باشه و اجازه نده این اتفاق. عدم رعایت دستورالعمل‌های ترافیکی. دستورالعمل عملا توش قید شده، همین الان توی آیین‌نامه رانندگی هم هست که آقا فرد پیش از حرکت باید از بسته بودن درب خود رو اطمینان حاصل بکنه. بخش بعدی حالا پیش شرایطش چیه؟ سرعت در انجام فعالیت، ضعیف بودن جو و فرهنگ ایمنی در کارگاه، ضعف نظارت فنی توسط کارشناسان مربوطه. یعنی چی؟ یعنی تو اون ارزیابی ریسک و شناسای خطر هیچ کدوم اینو ندیدن. چرا؟ چون که خود اون ایمنی ها جلوتر شاید رفتن، هیچ کدوم وای نستده بودن ببینن کارگر چطوری سوار میشه. برای همینه که میگن ایمنی اول اصلا باید وارد کار HSC اول اصلا باید وارد کار بشه، آخر اصلا باید از کار خارج بشه. بخش بعدی استفاده نامناسب از تجهیزات ایمنی و حفاظتی. توی بخش زرد رنگ ما اینجا دو تا مورد رو اشکالات پنهان، یکی باز بخش ساختار سازمانی رو یه اورگانایزیشن می‌بینه و یکی دیگه بخش ترینینگ رو هایلایت کرده. به چیا رسیده؟ ضعف در سرپرستی و مدیریت فعالیت ساختاری، ضعف در سیستم آموزش و پرسنل فاقد پرونده آموزشی، نبود نظارت کافی در برقراری شرایط ایمن، یا پرسنل دارای عملکرد خطرناک و حالا رفتارهای ناایمن هستند که باشون برخوردی نشده، کیفیت آموزش ها شاید مطلوب نبوده. اصلا این نکته شاید تو هیچ کلاس رانندگی تدافعی گفته نشده باشه. عدم وجود راهنمای خاص برای حداقل های آموزشی. یعنی چی؟ مثلا من میگم من اگر وارد یک کارگاهی بشم و فرد ادعا بکنه که من به ایشون آموزش دادم، میگم برو اسلاید های آموزشی رو بردار بگیر. اون اسلاید ها رو کی آخرین بار ویرایش کردی؟ من چند تا اسلاید چند روز پیش اضافه کردم. ورژن قبلی کجاست؟ کی تایید کرده؟ کی این اسلاید ها رو اصلا ضرورت دیده اضافه بشه؟ چطور شما توی اسلاید های آموزشی در مورد نحوه خاموش کننده استفاده از خاموش کننده ها صحبت نکردی؟ اما اومدی میگی من به فرد آموزش دادم. شما وظیفه خودت انجام دادی یا ندادی؟ این که واسطه حوادث قبلی آپدیت شده یا نه؟ شما نگاه میکنی 10 نفر تو طول یک ماه دستشون رو بریدن به علت استفاده از دستکش. کجای آموزشت اینو هایلایت کردی؟ کجای ارزیابی ریسکت اینو هایلایت کردی؟ کجای تشویق و تنبیهت اینو دیدی؟ کجای دستورالعملات الزام کردی اینو؟ حادثه بعدی مربوط میشه به سقوط 3 نفر که در نتیجه اون جان خودشون رو از دست میدن از ارتفاع حدود 27 متر. ببین این ترکیبیه دیگه. شما به این صورت نگاه میکنیم ببینید داخل هر کدوم با چه مواردی روبرو میشیم. ببینید مثلا شکست زنجیر بالابر توی این بخش اگه دنبال بکنید میرسید به اون عاملش که تنش زیاد نامناسب بوده که بهش وارد شده، آبجکتش یا اون هدفش بالابر زنجیری سقفی بود. این دوتا با هم ترکیب شده به زنجیرهای بالابر زنجیری فشار و تنش بیش از اندازه وارد شده، نتیجهش یا رویدادش شکستن زنجیر بالابر بود. حالا خود همین دوباره میشه یه عامل یا ایجنت جدید.
شکستن زنجیر بالابر که در مقابلش سبد حمله نفر و کارگر بوده، چون هر دوتاش دمیج شده دیگه، هم بخش تجهیزاتی داره، هم مالی داره، هم انسانی. نه، و اینها باعث شدن که با هم دیگه ارتباطشون که برقرار شده چیزی رو برامون وجود آورده به اسم حادثه سقوط زنجیر. خیلی خلاصه و مختصر، زنجیر پاره میشه تحت تنش، سبد حمله نیرو با 3 نفر کارگر سقوط میکنه. این میشه رویداد ما. حالا اومدیم اینا رو بررسی کردیم، ببینید آنچه که نشون داده شده داخل، حالا میگم توضیحات مفصل‌تر رو توی اون تحقیق که عرض کردم میتونید بررسی بکنید. ما آقای اختری یه مورد دیگه هم حالا مربوط خودرویی داریم، اون رو هم من نشون میدم در این مورد. برگردیم به همین تفسیری که داشتیم انجام میدیم، از لاین بالا شروع بکنید، بحث سقوط سبد حمل نفر رو بگیرید، برید به شکستن زنجیر، بریم بریرهایی که منتهی میشه به تنش زیاد رو ببینیم. از یه بار خلاصه بار میگیم، بحث این بوده که به حلقه‌های زنجیر تنش وارد شده، زنجیر پاره شده، سبد حمل نفر با 3 نفر نیروی داخلش بوده، از ارتفاع 27 متری بین دو لایه مخزن سقوط میکنن و هر 3 فوت میکنن. آنن نه، هر کدوم در با اختلاف 1 ساعت 1 ساعت خورده از هم دیگه. خب شکستن زنجیر رو دقت بکنیم و نگاه بکنیم، برسونیمش به خطی که به تنش زیاد وارد شده. بریری که اونجا فیل شده چی بوده؟ گماردن افراد صلاحیت دار. برای چه کاری؟ ناتوانی افراد در این که بتونن اون زنجیرهایی که حالا نیاز بوده روغنکاری بشه، نیاز بوده تی پی ای بیاد بازدید بکنه، اون فردی که حالا به عنوان مکانیکال بوده و بررسی کننده این سبد بوده و همچنین زنجیریش باید بخش زنجیریش رو باید چک میکرده نکرده، این اتفاق افتاده. پیش شرطش چی بوده؟ فرد شاید اصلا دانشش نداشته، اصلا نمیدونسته که باید بره ببینه تو سبد زنجیر چین هوز اصلا روغنی وجود داره یا نه. نظارت کافی هم وجود نداشته، طرف چکلیست میشه تو اتاقش تیک میزده، نه سوادش داشته و نه کسی روی این کار نظارت میکرد. در مقابل تصمیمات نادرست غیر مسئولانه، اینی که تجهیزی که هنوز سرتیفیکیتش گرفته نشده با اصرار اینکه کار عقبه فرصه کار بکنید باش، همه اینها دست به دست هم داده. ولی علت پنهانیش چی بوده؟ او اشکال نهانش، 1 افراد با دانش و مهارت کافی رو به کارگیری نکردیم، سیستم آموزشمون ضعیف بوده، بحث نظارت و سرپرستی ضعیف بوده، بحث نظارت کافی توسط تیم اجرا و اچ‌اس‌ای. چرا؟ چون که صراحتا توی دستورالعمل‌ها، ببین من هیچ جای اینجا نگفتم دستورالعمل‌ها، چون که تو دستورالعمل صراحتا قید شده وقتی که رابط بالابر شما زنجیریه، شما حق حمل نفر رو با این تجهیز ندارید، حتما باید رابط بالابر سین بوکسر باشه. پس اینجا من بحث دستور عملیش رو مطرح نکردم. خب برگردیم اون شاخه وسط رو بیاییم به سمت بالابر زنجیری. چند تا بریر میبینید؟ از چپ به راست رعایت دستورالعمل ها، تست دوره‌ای که باید انجام شده، بازرسی چشمی و دوره‌ای و سیستم روغنکاری مستمر. خب رعایت دستورالعمل هایی که در این خصوص بوده رعایت نشده در خصوص تست دوره‌ای. بحث بازرسی های روزانه و هفتگی هم انجام نشده، روغنکاری هم صورت نگرفته. پیش شرایطش چی بوده؟ کار مداوم پیوسته با دستگاه بالابر، میگفتن داره کار میکنه، تو عالم که اتفاقی نیفتاده. اتفاقی که از توجیه هایی که در این حادثه اومده بودن این بود، ما 3 روز کار میکردیم هیچ حادثه اتفاقی نیفتاده، از مشکلی نبوده، از دستگاه نبوده، مشکل از کاربری نفرات بوده. تعجیل و سرعت توی اون انجام کار، آقا فرصه فرصه وای نسته تا اون تی پی ای بیا چکش بکنه. یه جایی حتی پنهانکاری انجام میشه، بابا این منی میاد 2 ساعت کار عقب میندازه، نمیدونم نصف روز کار، ولش کن، بهشون نمیگیم 2 روزه داریم انجام میدیم هیچ کی هم نفهمیده، پس امروز هم انجام میدیم.
ضعیف بودن جو و فرهنگ ایمنی توی کارگاه، وجود پرسنل فاقد صلاحیت، اون آمری که، اون مسئول، اون فورمن، اون سرپرستی که دستور داده اینی که من میگم، این کاری که من میگم بکن، جون یکی دیگر رو به خاطر اینکه حرف خودش به کرسی بشینه در از فدا کرد. ضعف نظارت فنی توسط کارشناسی مربوط، چه تو حوزه اجرا و چه تو حوزه چسی، نبود برنامه مدون تعمیرات نگهداری، عدم بازرسی و گزارش تجهیزات معیوب که همون میتونه یه بخشش همون انومالی ها باشه، عدم روانکاری و نبود برنامه زمانبندی منظم برای این مورد. خب حالا توی بخشی که زرد رنگ اشکالات پنهان، اول بزرگیش من بکنم ببینم چی هست. ارگانیزیشن، بحث ترینینگ، بحث مینتننس، بحث منیجمنت و بحث پروسیجر، این موارد دخیل بوده. از کجا این آیتما رو در آوردیم؟ همون چکلیستا، همون جدولا، همون اون مواردی که دو سه تاشو با هم مرور کردیم، اینا همه از دل اونا در اومده. خب یکی از مواردی که در اومده چی بوده؟ ضعف در سرپرستی و مدیریت فعالیت، ضعف در سیستم آموزش، گزینش نامناسب نفرات، بحث عدم وجود نظارت کافی، پرسنلی که دارای رفتار ناایمن و پرخطر بودن و در موقعیت‌های حساس مثل سرپرستی و فرمانی به کارگیری شدن، ضعف در عملکرد تیم نگهداری و تعمیرات، نبود برنامه مدون منظم جهت روغنکاری و روانکاری بالا بر، نبود برنامه مدون منظم جهت بازرسی از تجهیز، نبود همکاری لازم بین تیم تعمیرات و بازرسی، ناتوانی کارشناسان از تشخیص این موارد و کنترل شرایطی که بوده. بیام پایینش نگاه بکنیم. پایین این مورد برمیگردیم به ارزیابی برای سبد حمل نفر چه چیزهایی دیده نشده. تجهیزات حفاظت فردی طرف داشته ولی جوابگو نبوده. چرا؟ چون که برداشته در از اون قلاب هارنس و لنیار داشته به خود قلاب بالا برزد، به طور که شما اینجا باید لایفاین عمودی میداشتید و در از به اون وصل میکردید که اگه سبدم سقوط کرد شما باهاش نیای پایین. بحث عدم اخذ مجوز کار، پرمیت، یکی دیگه از بریرهایی بوده که آقا شما پرمیت برای چه کارهایی صادر میکنید؟ برای کارهای های ریسک دیگه. مورد بعدی عدم استفاده، خب یکی از بریرهای دیگه که داشتیم که نباید از بالابر زنجیری استفاده میکردی، شما دقیقا اومدی برخلاف دستور العمل ازش استفاده کردی. عدم وجود نظارت، بحث عدم ارزیابی ریسک کارا و اثر بخش، عدم وجود سیستم های حفاظتی در برابر سقوط. یعنی همه اینها یه بخشیش نبوده و یک بخشیش اگر بوده درست اجزا نشده و یا بخشیش اثر هم کرده کمکی به ما نکرده. یعنی با سقوط 27 متری فرد دیگه هیچ کاری، مثلا اون کلیدی که برای توقف زده بودن یا جواب نمیداده. نمونه های حالا جلوتر مطرح میکنم. ببینید استفاده از بالابر زنجیری سختی، اولین بخشی که گفتیم اصلا طبق دستورالعمل ها ممنوعه، باید برای این کار پرمیت گرفتم، نه یکی، چند تا. شما بین دو جداره مخزن هستی، باید پرمیت فضای بسته میگرفتی، باید بحث کار در ارتفاع داشتی، پرمیت کار در ارتفاع هم میگرفتی، تجهیزت باید سرتیفیکیتش اتچ این میبود که نبود، اصلا تجهیز مناسبی بالابری انسانی نبوده که باز استفاده کردی ازش. خب همه اینا رو ببینیم. خب عدم آگاهی نفرات از طریقه اصولی استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر سقوط، وجود شرایط ناایمن در محیط کار با این مواردی که گفتم، عدم ارزیابی ریسک مطلوب و درست. پیش شرایطش چی بوده؟ اصول ایمنی به دلیل سرعت در انجام کارها نادیده گرفته، تیم ایمنی در کشف شرایط اعمال ناایمن ناتوان بوده، بینش کافی کارگر نسبت به کار بالابر سختی وجود نداشته، استفاده نادرست از یک تجهیز و همچنین تجهیزاتی که برای حفاظت از تبار سقوط بوده، عدم آموزش مناسب این افراد و گزارش مناسبی از خطرات به مدیریت داده نشده بود، نبود ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای بالا برای باربرداری مثل کلایمر رو استفاده می‌کردن،
تعهد مدیریت در ایجاد شرایط کاری ایمن وجود نداشته. اگر چند ماه اون سرپرستی که میگیره داره کار ناایمن میکنه، همون مدیریت ارشد، همون سرپرست کارگاه توبیخش کرده بود، متذکر میشد یا مجبورش. خیلی ببینید تو خیلی از سازمان ها مدیران ارشد متاسفانه سر کلاس ایمنی حاضر نمیشن و این کلاس ها رو برای کارگرها میگیرن. یا اصلا توی انتخاب کلاها شما میبینی کلاه ایمنی رو توی کارگاه ها به دو قسمت تقسیم کردن، برخی جا البته کلاه مهندسی و کلاه کارگری. ببخشید اگر قرار کلاه بهتری رو کسی استفاده بکنه، هیچ کس لایق تر از کارگری نیست، اونی که قراره تو معرض اون خطر قرار بگیره یه چیزی بخوره تو سرش، اونی که احتمال آسیب براش بیشتره. پس ما یه کلاه ایمنی داریم. این بدعت کلاه مهندسی و کارگری کاملا نابجا و تو خیلی از موارد باعث از دست رفتن جون آدم ها بوده. نبود نظارت کافی در برقراری شرایط ایمن، پرسنل اختیار لازم برای متوقف نمودن فعالیت ها رو ندارن. یعنی اگه طرف بگه من کار نمی کنم، اولین گزینه جلوش اخراج، کار نمی کنی برو، بابا شرایط نایمنه، من برم جونم در خطره. یعنی طرف بین جون و نونش متاسفانه عمدتا مجبور نونه. چرا؟ چون که همیشه فکر میکنه مرگ برای خونه همسایه است. عدم وجود دانش کافی کارشناسان اجرا و جسی و ارزیابی ریسک توسط افراد صلاحیت دار و یا اصلا کار تیمی انجام نشده. چرا هی داره میگیم برای ارزیابی ریسک کمیته ما نیاز داریم و کیفیت آموزش ها به اون گونه که باید مطلوب نبوده. مورد قبلی رو که حالا من میگم عرض میکنم خدمتتون، خیلی سریع دیگه میگم. حادثه چی بوده؟ اینکه یک جسم سخت که شامل یک لوله بوده با فرد برخورد میکنه و اون فرد اتفاقا راننده کفی تریلر بوده. در نتیجه این برخورد طرف فوت. برای این من دیگه وارد جزئیات نمیشم، فقط به بریرها اشاره میکنم. ببینید توی خط ایجنت رو نگاه بکنید، اون قسمت زرد و مشکی که نشون داده شده، برخورد با جسم سخت. بریرها چی بوده؟ مجوز باید میگرفته، گارد باید نصب میشده، یه گوه باید زیر اون لوله میذاشتن، جابجایی کلن باید با جرس ثقیل انجام میشده، حمل لوله با لیفتراک ممنوعه. ولی خب رفت میشده درابرش بحثش استفاده از تجهیزات نظارت و اعمال فرد بوده که عمده مواقع از بخش اکتیو فیلر ها برگرده به عدم رعایت اصول عمل با عبارت های آقای مهندس بلبلی بزرگوار. آقای مهندس صدای من رو دارین؟ آقای مهندس بلبلی دوستان صدای من رو دارین؟ آقای من صدا قطع شد، اگه میشه این یکی دو دقیقه آخر رو تکرار بفرمایید. اطلاع بدید ممنون میشه. الان صدا رو داریم؟ ایشالله که قطع شدنه همین آخر مطلب بوده باشه. خب داشتم به این اشاره میکردم که ما با فاکتورهای مشابهی روبرو میشیم که توی حوادث به ظاهر مختلفی باهاش سر و کار پیدا میکنیم. این نشون از اینه که ما توی تجزیه و تحلیلامون اصولا راهکارهای مناسب یا درمانی رو انتخاب نمیکنیم. عمده راهکارهای ما در حد مسکن باقی مونده. مثلا خیلی وقت بعد یه حادثه، اوج اقدام اصلاحی ما میشه برگزاری یه تی بی ام. اون تی بی ام اونطور اثرگذار نخواهد بود. وقتی مثلا الان ما به شدت به نظامنامه اچ اس توی شرکتامون نیاز داریم، نظامنامه برای درون خود سازمان ها، دستورالعمل اچ اس برای پیمانکاران خودمون نیاز داریم، به
سیستم های ارزیابی مدیران نیاز داریم. مثلا یک مدیری که روحیات پرخطر داره و اصلا کلن فضاش قبول نداشتن ایمنیه، چرا باید جایی قرار بگیره که برای جون مثلا 30 نفر آدم که از قضا ایمنیشون فوق العاده مهمه بخواد تصمیم گیری بکنه؟ صرفا به خاطر اینکه این آدم رزومه مقبولی رو مثلا روی زمین ارائه داده. خب وقتی کار این آدم رو هواست، یه فاکتور جدید بهش اضافه شده، رو زمین بوده این اتفاقا نیفتاده، رو هوا که نمیتونه به خیر بگذره به این صورت. که به هر ترتیب ببینید تولید براش مهمه. شما الان هزینه دیات رو نگاه بکنید، اتفاقا این عدم آگاهی از نحوه فعالیت بیمه هاست. برید پیش مدیر کارخونهتون بگید آقا، یا مدیر شرکتتون بگید کلوز های بیمه رو مطالعه کردی؟ میدونید بیمه ها یک بخشی از امتیازات کلوز ها رو به اسم تخفیف براتون حذف میکنه؟ نمونه شو بگم. شما توی کلوز های بیمه اومدی شرکتتو چیکار کردی؟ بیمه آتش سوزی کردی. توی کلوز عمومی منظور از کارخانه یا کارگاه جایی که سقفش پوشیده. شما توی محیط بیرونیت، یعنی تو حیات یا یه جایی که یه شیروانی زدی، یه سقف زدی، یه سری مواد گذاشتی، اونجا دوچار حریق میشه. با شما به حساب این که من بیمه هستم و بیمه پرداخت میکنه، بیمه میاد اون موقع به اسم تخفیف این کلوز رو برای تصف کرده. بعد میگه شما میگه آقا آتش سوزی تو کارخونه بوده. میگه ربطی نداره، منظور این آتش سوزی توی زیر یک سقفی که دورش دیوار بوده، یه ساختمانه. اینی که شما یه سایه بون گذاشتی این جزء حیات حساب میشده. ما کلوز بیمه‌مون اینجا رو پوشش نمیده. دوستان ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم مطالبی که ارائه شده به کارتون خورده باشه. جمع کردن این مطلب برای یک دوره 2 ساعته کار خیلی سختیه، چون که خیلی از مطالبی که جای گفتگوی بیشتر داره جا میمونه. این دوره حداقل نیاز به 16 ساعت زمان داره، ولی جهت اینکه آشنایی پیدا بکنه و اینکه میشه راحت انجام داد، اصلا چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست. چون اتفاقا وقتی تو سایت رو نگاه میکنی، المان هایی که به ما رو راحت راهنمایی کنه به این نتایج خیلی کمتر پیدا میشه. من در خدمتتون هستم. ممنون از همه دوستان بزرگواری که من قابل دونستن و بنده رو تحمل کردن. اگر نقطه نظری کامنتی باشه من در خدمتتون خواهم بود. در غیر این صورت همه عزیزان رو خدای بزرگ می‌سپارم. تا حالا شده برای پیدا کردن کسب و کارها و محصولات HSE به مشکل بر بخوری و نتونی به راحتی توی اینترنت پیداشون کنی؟ پس همین الان به سایت bama.hse.com یه سری بزن. با یک کلیک میتونی به کسب و کارها یا محصولات HSE دسترسی پیدا کنی. توی این سایت میتونی برای معرفی خودت و یا کسب و کارت یک صفحه شخصی رایگان برای تبلیغ داشته باشی. و حتی اگه میخوای توی یک وبینار شرکت کنی و تا حالا فرصتش پیش نیومده، توی این سایت میتونی از قسمت کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی این کارو انجام بدی. پس همین الان کلیک کن.